برادرای عزیزان، ما باور به ای داریم و یقین به ای داریم که ما قتل را، کشتن را، تجاوز را حرام می دانیم، ناامنی را حرام می دانیم. دین ما دین امن است، دین ما دین صلح است، دین ما دین دیالوگ و مذاکره و گفتمان است. در دین برای خشونت و برای کشتن و برای توهین و تحقیر جایی نیست. دین ما بر ما آموخته انده است، لا اکراه فی الدین. دین ما تحمیل نمی کنیم بر کسی. دین سیستم پذیرفتنی است، باید بپذیریش. از این خاطر است که ما در کشورهای اسلامی مکلفیت داریم که آبرو و عزت و جان و ناموس و معبد آنانی که مسلمان نیستن نگاه بکنیم. اما ترسی نیست، ما اجازه برای هیچ مسلمان نمیتیم که یک اندورا که در کشور ما زندگی میکنه کس توهینش کند، کس تحقیرش کند، کس گرنگش خراب بکند، کتابش برش کت لغت بزند. اجازه رو ما نمیتیم. چرا اجازه نمیتیم؟ دین ما با ما ارزش‌های اخلاقی داده است. ما از نظر اخلاقی خود را به مردم معرفی میکنیم که ما کیستیم. در دین ما تفاهم است، مذاکره است. ما باور به این داریم که دنیا محتاج ما است. دنیا چی است؟ محتاج ارزش‌های معنوی ماست. امروز دنیا بیچاره غریب است از نظر ارزش‌های اخلاقی، از نظر روابط محتاج ماستند. ما باید هدیه بر اونها بدیم که پدر یعنی کی، مادر یعنی چی، برادر و کاکا و خواهر کی. ماستیم که با ارزش‌های ما دنیا باید برش داده شود او احترام و عزتی که خرد برای بزرگ میکنه در تعلیمات ما نهفته است. او خانواده موحد و یک پارچه را دین ما بر ما نگاه کرده است. او بی محبتی که در دنیا وجود دارد، دنیا قرضدار ما است که ما برش عطا بکنیم. بنان ما چیزای را بدادن داریم، از این خاطر از دنیا میخواییم با ما مذاکره بکند، با ما گفتمان بکند، با ما حوار داشته باشد. بشینیم تحلیل بکنیم، ارزیابی بکنیم. ما هم امن را برای مردم میخواییم و هم برای خود ما میخواییم. ما هم عزت را به دیگران میخواییم و عزت را برای خود ما میخواییم. کسی را اجازه نمیتیم که ما را بی عزت بکنه، همین طور که اجازه نمیتیم برای خود ما که دیگرها را بی عزت بکنیم. ما نمیخوایم دیگرها را به قتل برسانیم، اما تو که اجازه نمیتیم دیگرها ما را به قتل برسانند. ما دوست داریم همه مردم در عزت بوده باشند، هم ما و هم دیگرها. ما نمیدانیم ما چی کنیم. دنیا میداند و باید بداند که اونا با ما به بی حرمتی می رود. اونا حریمای سرخ ما را نادیده می گیرد. اونا خطوط قرمز ما را نادیده می گیرد. اونا ما را تحقیر می کند. انگامی که تحقیر می کنند پس تحقیر می شوند. انگامی که ما را ناامن می کند، ناامن می شود. انگامی که بر ما تجاوز می کند، تجاوز سرش می شود. انگامی که ما را بی حرمت می کند، بی حرمت می شود. چرا چون این نشود؟ در حالی که تو بر قداست کسی تجاوز می کنی که ما او را از جانم کده دوست دارم. تو به حریم کسی تجاوز میکنی
که ما او را از پدر و مادرم کده دوست دارم. بعد تعبیرات خود چی میگیم؟ فدا که ابی و امی یا رسول الله، مادر و پدرم فدایت شد. تو میفهمی که جایگاه پیغمبر پیش ما چقدر بلند است؟ تو باید بدانی که ما اولادای خود را قربان رسول الله میکنیم، مال خود را قربان رسول الله میکنیم. پس دنیای غرب بدان بنامه از این دموکراسیت تجاوز بر حریم ما بر خود سردرد پیدا میکنه. و این سردرد چی رقم؟ دنیا تبلیغات میکنه که مسلمان ها 1,700,000,000 انسان است. این خود شمار تو است، ولی شمار ما تو نیست. ما 2,200,000,000 انسان مسلمان و لا اله الا الله محمد رسول الله که میگوید در روی زمین داریم. تو پت میکنی یه عدد را، ولی پیش ما پت نیست. 2,200,000,000 انسان در روی زمین لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید. 2,200,000,000 انسان رسول الله را از جانش کرده دوست دارد، از پدر و مادرش کرده دوست دارد، از اولادش کده دوست دارد، از مال و متاع دنیا کده دوست دارد. تو این باید بدانی. یک قصه جالب یادم اومد. در یکی از کشورهای عربی یک نوش بود. نوش جای نوش مومد بسیار جای مقبول، مرکز شهر. یکی از تجارا آمد که امی مرکز خریداری بکند و مسجد را به نام مسجد رسول الله جور کند. و صاحب از این زمین که رفت که این را برم بفروش، گفت می نم بفروشم. بسیار برش گفت که هر قدر پول تو بخوای من برت میتم و امی جارم دوست دارم، این را سرم بفروش. بالاخره قیمت رفت با 100 چند قیمت زمینی که در امی ساحه است، 100 چند. خب وقتی که قواله را نوشته می کند و خط پوره می شود، بعد ای صاحب زمین پرسان می کند که تو ازی چی جور می کنی که قیمت خریدی؟ از دریجا مسجد را به نام رسول الله صلی الله علیه وسلم جور می کند. کاغذ گرفت پاره پارش کرد، گفت نه مفروشمش. نفهمید، گفت نه مفروشمش. گفت چرا نه مفروشی؟ گفت باور بکن اگه اثرت بفروشم. هر قدر که بگفت دیگه هم برد بالا میتون. گفت نه، ختم شد، نفروختش. اما تو آمد و بلدوزرها را برد که همه چیز خراب کرد. گفت اموجا ترسیدم، حیایم آمد که من زمین را بفروشم پول بگیرم و اون مسجد را جور بکند به رسول الله علیه صلات و سلام به نام از اون. من پولش در جیب پرتم، در روز قمر من به کدام حیثت به رسول الله علیه السلام ببینم؟ از اون که من خوب هستم که من جور کنم، مسجد خودم جور میکنم، پول تکار ندارم.